امروز جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در مورد نقش ابراهیم رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 شد. در همین رابطه همراه میشیم با کاوه شهروز، حقوقدان و مشاور سابق حقوق بشر در وزارت امور خارجه کانادا. جناب شهروز درود بر شما. جاوید رحمان، با اشاره به اینکه تاکنون هیچ تحقیق مناسبی در مورد کشتار معترضان وقایع آبان 1398 نشده، خواهان تحقیق مستقلی هم در مورد رخدادهای سال 1367 و قتل عام زندانیان سیاسی شده. چرا تا امروز هیچ تحقیق مستقلی در این مورد صورت نگرفته و موانع چنین تحقیقاتی چی بوده اصولا؟ درود بر شما. نیا کنیم، به نظر من مقصر اصلی، دلیلی که تحقیق نشده در این مورد، خب جمهوری اسلامی بوده، هم در مورد کشتار آبان ماه سال 98 و هم در مورد کشتار 67. جمهوری اسلامی تمام کارهای ممکن رو کرده که نهادهای بین المللی و سازمان ملل نتونن رسیدگی بکنن. به نهادهای بین المللی و گزارشگرهای سازمان ملل اجازه نمیده که وارد ایران بشن و شهروندان خود ایران، کسایی که داخل ایران هستن و در مورد این کشتارها اطلاعات دارن، رو مورد فشار قرار میده جمهوری اسلامی، تهدیدشون میکنه که این شهروندان نتونن با نهادهای بین المللی همکاری بکنن. اسناد و مدارک رو در اختیار این نهادها نمیگذاره و در تمام نهادهای بین المللی این کشتارها رو انکار میکنه و دروغ میگه در جای مسائل و خلاصه تمام کوشش رو کرده که مانع رسیدگی بشه. البته من در مورد کشتار 67 یه مسئله هم اضافه بکنم، این که به نظر من در طبق تجربه های شخصی خودم، گروه های حقوق بشری و سازمان ملل و افرادی که در اینجا کار میکنن هم شاید بی تقصیر نبودن. همونجوری که بینندگانتون میدونن، اکثر کسایی که در سال 67 کشته شدن خب عضو سازمان مجاهدین بودن و افرادی که در نهادهای حقوق بشری کار میکنن، به درست یا غلط وارد این بحث نمیشم، مخالف سازمان مجاهدین هستن و شاید اونجوری که باید و شاید دنبال نکردن این مسئله، چون نمیخواستن که با نوشتن گزارشی این مثلا این فکر بشه که اینا مثلا شاید حمایت میکنن از سازمان مجاهدین. گفتم مقصر اصلی جمهوری اسلامی، اما خب نهادها هم به تقصیر نبود. از جمله نگرانی های آقای رحمان اینه که دوباره سیاست تخریب گورها و تلاش برای از بین بردن شواهد گورهای دست جمعی باشیم. ارزیابی شما از نگرانی آقای رحمان در این باره چگونه است؟ من کاملا با دید آقای رحمان در این مورد موافقم. مثلا سران جمهوری اسلامی مثل جنایتکارا رفتار میکنن، سعی میکنن که هیچ نشانی از جنایتشون نمونه، گورهای جمعی رو مثل خاوران رو سعی میکنن نابود بکنن، خانواده ها رو تهدید میکنن، همونجوری گفتم. و این فقط در مورد کشتار 67 یا آبان 98 نیست، در مورد مثلا هواپیمای اوکراینی هم همین جور بوده. جنایت سال 67 رو هر چند سال ازش بگذره از نظر قانونی میشه پیگیری کرد، اما خب هر چی زمان بگذره این تحقیق مشکل میشه، چون افرادی که اطلاعات دارن شاید سنشون بیشتر میشه، بعضیاشون متأسفانه فوت میکنن، اسناد گم میشن و خلاصه این مسئله رو همونجوری که آقای رحمان گفتن باید هر چه زودتر بهش رسیدگی کرد که پرونده ای ازش بمونه که بشه رسیدگی کرد در ایرانی آزاد. و آخرین پرسش من، سازمان عفو بین الملل خواهان اقدام و رسیدگی کشورهای حامی حقوق بشر به پرونده نقض حقوق بشر از سوی ابراهیم رئیسی شده، چون این درخواستی چقدر اصولا در این گونه کشورها زمینه داره؟ نکنید درخواست خیلی مهمیه، اما من با اینکه خیلی دلم میخواد آقای رئیسی رو در دادگاه کیفری لاهه ببینم، متاسفانه باید بگم که فکر نکنم این مسئله رو در مورد آقای رئیسی بشه فعلا از نظر قانونی دنبال کرد. ایشون از روزی که رئیس جمهور بشن تا وقتی که دیگه رئیس جمهور نیستن مسئولیت دارن و با اینکه سراسر دنیا بعضی وقتا حقوقدانان سعی کردن که بگن بعضی جرم‌ها از مسئولیت شاید مهم‌تر باشن و دادگاه‌ها بتونن رسیدگی بکنن، این تئوری همیشه در دادگاه‌ها رد شده و متاسفانه رئیس جمهور مسئولیت داره و در مورد آقای رئیسی شاید نشه کاری کرد. در مورد بقیه افرادی که در کشتار 67 نقش داشتن شاید بشه قدمی برداشت. سپاسگزارم از شما کاوه شهروز، حقوقدان از تورنتو کانادا با ما.